Happy Friday. Okay. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز جمعه تاریخ 22 اکتبر سال روان در کنفرانس خبری روزانه کاخ سفید در مورد سوالات من پیرامون آل آینده افغانستان پاسخ ارائه کرد. توجه کنید به جریان کامل پرسش و پاسخ من با خانم ساکی سخنگوی کاخ سفید. Thank you, Jen. Two questions. One is about the Moscow conference. United States. تشکر جن. من چند سوال دارم. سوال اولم در مورد دایر شدن جلسه مسکو است. میخواستم نظرتان در مورد نشست مسکو جویا شو و همچنان تا جایی که دیده شد از ایالات متحده امریکا هم دعوت شده بود اما امریکا شرکت نکرد. میخواستم دلیل عدم شرکت امریکا را در زمینه پرسان کنم و سوال دومم در مورد کنفرانس ناتو است که آیا از نتیجه آن اطلاع دارید؟ و سوال سومم ای که تعداد زیادی از مردم افغانستان به خصوص زنها به نوع زیر شکنجه طالبان قرار دارند و آنها توقع بلند از ایالات متحده امریکا دارند. من میخواهم بپرسم که آیا شما هنوزم به مردم افغانستان متحد هستین؟ آیا ایالات متحده امریکا افغانستان و مردمش را به طور کامل فراموش کردند؟ خانم ساکی به سوالات من چنین پاسخ ارائه کرد. اول میخوایم سوال آخر شما را جواب بدم. نه خیر، ما در مورد کمک به مردم افغانستان هنوزم یقینا متعهد هستیم و ما یکی از بزرگترین ارائه کننده کمک های بشر دوستانه در میان کشورهای جهان می باشیم. ما متعهد هستیم و اطمینان می دهیم که برای کسانی که مایل به ترک کشور هستند پروازهای هوایی موجود می باشد یا کسانی که از طریق مرزهای زمینی کشور را ترک می کنند نیز از طریق سازمان های معتبر بین المللی این کار را انجام بدهیم. در مورد کنفرانس ناتو می خواهم شما را به اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده امریکا آقای لوید آستن راجع بسازم. آنها به صورت تفصیلی در کنفرانس مطبوعاتیشان در مورد توضیحات ارائه کردند. در قسمت سوال اولتان در مورد نشست مسکو، قسمی که همکاران وزارت خارجه ما بیان داشتند، ما بنابر دلایل لوجستیکی قادر نبودیم تا در نشست مسکو این بار که برگزار شد شرکت کنیم. اما ایالات متحده ای امریکا از این نشست و فرمت آن حمایت میکند و در آینده نیز حمایت نموده و شرکت میکنیم. قابل ذکر است که لوید آستن روز جمعه 22 اکتبر سال روان در یک نشست خبری در مقر سازمان ناتو در بروکسل گفت که ما مسئولیت اخلاقی داریم تا به افرادی که در افغانستان با ما کار کرده اند اگر بخواهند آن کشور را ترک کنند کمک کنیم و با تمام توان به این کار ادامه میدیم. قابل ذکر است که نظر به اظهارات دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا این کشور در حال حاضر هیچ برنامه برای از سرگیری پروازهای نظامی برای تخلیه از افغانستان ندارد اما کوشش میکند تا بر روند تخلیه از طریق طیاره های تجارتی و پروازهای چارتر شده را سریعتر بسازد. نذیره کریمی، خبرنگار آزاد، مقر کاخ سفید، واشنگتن دی‌سی.